سرخط خبرها. احتمال درگیری آلمان با اردوغان بر سر ناتو. اوکراین آمادگی حمله به بلاروس را می‌گیرد. و بایدن می‌گوید در صورت حمله چین، آمریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. سلام، به این بسای خبری از کانال کابل پرس خوش آمدید. مشروع خبرها. روزنامه‌نگار شپیگل از ناتو خواست تا احتمال درگیری با ترکیه را به دلیل موضع‌گیری رئیس جمهوری آن کشور بر سر ناتو بررسی کند. با گزارش اسپوتینگ، ماکسیمیلیان پوپ، روزنامه‌نگار نشریه آلمانی شپیگل، در مقاله برای این روزنامه می‌نویسد که ناتو باید به دلیل عدم تمایل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و پیوستن بی قید و شرط سویدن و فنلند در این ائتلاف، خطر درگیری با او را قبول کند. با گفته نویسنده این مقاله، رهبر ترکیه از ورود سویدن و فنلند به ناتو جلوگیری می‌کند، زیرا در تلاش است در اعضای رضایت خود چیزی به دست آورد. آنکارا خواستار رفع محدودیت‌های عرضه سلاح و همچنین استرداد حامیان حزب ممنوعه کارگران کردستان در این کشور به ترکیه شده است. او استدلال می‌کند ناتو اگر تسلیم خواسته‌های اردوغان نمی‌شد، کار درستی انجام می‌داد. در سال‌های اخیر اردوغان مانند یک عامل مضاعف عمل کرده است. بنابراین به گفته ایوی، ترکیه به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف از روسیه تسلیحات به دست آورده و یونان شریک ناتو را تهدید به جنگ کرده است. با گفته این روزنامه‌نگار، رهبر ترکیه به دلیل بحران اقتصادی در این کشور از شکست در انتخابات ریاست جمهوری آتی سال آینده می‌ترسد. بنابراین می‌توان حد زد که در ماه‌های آینده این کشور در روابط با غرب گستاخ‌تر خواهد شد. پاپ از ناتو می‌خواهد به تلاش‌های باج‌خواهی اردوغان پایان دهد، زیرا در غیر این صورت یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. با ویژه زوران میلانوج، رئیس جمهور کرواسی، به روش مشابه عمل کرد و خواسته های خود را برای تایید پیوستن سویدن و فنلند به این اتحاد مطرح کرد. این روزنامه‌نگار در اخیر می نویسد ناتو نباید اجازه دهد ائتلاف به محلی برای باج‌خواهی تبدیل شود. بهتر است که خطر درگیری با اردوغان را بپذیرد. گفتنی از ترکیه که یکی از اعضای ناتو است، در روزهای اخیر اعلام کرده است که با پیوستن این دو کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موافقت نخواهد کرد، زیرا این دو کشور میزبان گروه حزب کارگران کردستان شده اند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با اعلام اینکه سویدن و فنلند مواضع خود را در مبارزه با تروریسم روشن نکرده اند، مخالفت ترکیه با عضویت این دو کشور در ناتو را تکرار کرد. وی گفت ما با عضویت در ناتو کشورهایی که ترکیه را تحریم می کنند بله نخواهیم گفت. گفتنی از فنلند و سویدن روز چهارشنبه 18 می درخواست رسمی خود برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تحویل داده و به این اقدام به وضعیت بی‌طرفی طولانی مدت خود پایان بخشیدند. در حال حاضر 30 کشور عضو پیمان ناتو هستند و طبق مقررات این پیمان پذیرش عضو جدید مستلزم موافقت یک پارچه تمام اعضای ناتو است. اوکراین یک تعداد قوای مسلح خود را به سرحد بلاروس استخدام می نماید و برای حمله احتمالی به این کشور آمادگی گرفته است. با گزارش کابل پرس، نشریه گاردن خبر داده است که قوای مسلح اوکراین برای حمله احتمالی از بلاروس آماده می شود. نیروهای این کشور به طرف سرحد بلاروس استخدام شده است. با گفته این نشریه بریتانیایی، فعلا قوای مسلح اوکراین که آماده حمله به سمت شمال می‌گیرد، در حال ایجاد استحکامات در سرحد با بلاروس هستند. فعلا در قوای مسلح اوکراین سربازان سن 19 تا 60 ساله جلب و جذب شده اند. در 20 می، شهردار ژیتومیر سرگئی سوخوملین اعلام کرد که در منطقه ژیتومیر اوکراین گردانهای دفاعی سرزمینی شروع به برپایی حصارهای بلوگ بتونی در امتداد مرز با بلاروس کرده اند. بلاروس در 10 می از استقرار قوای عملیات ویژه در نزدیک سرحد با اوکراین خبر داد. به این شکل قوای مسلح بلاروس به ایجاد یک گروه 20,000 نفری به اوکراین واکنش نشان دادند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که اگر تایوان مورد حمله چین قرار گیرد، ایالات متحده برای دفاع از تایوان دخالت نظامی خواهد کرد.
بایدن که در دومین روز سفرش به ژاپن در توکیو صحبت میکرد، در یکی از قویترین بیانیه‌هایش در حمایت از تایوان گفت که مسئولیت ایالات متحده آمریکا برای محافظت از جزیره خودگردان تایوان که چین آن را بخشی از خاک خود می‌داند، پس از حمله روسیه بر اوکراین حتی قویتر شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که هر گونه تلاش چین برای استفاده از زور علیه تایوان نه تنها مناسب نیست، بلکه این اقدام کل منطقه را از بین می‌برد و اقدام دیگری است مشابه آنچه در اوکراین رخ داد. بایدن گفت آمریکا با سیاست چین واحد متحد است، اما این بدان معنا نیست که چین صلاحیت استفاده از زور برای تصرف تایوان را دارد. مطابق با اصل چین واحد، ایالات متحده موضع پکن در این مورد را که تنها یک دولت در چین وجود دارد میپذیرد، اما ایالات متحده آمریکا تماس‌های غیر رسمی با تایوان از جمله سفارت دیف کتو را حفظ کرده و تجهیزات نظامی این جزیره را تأمین میکند. نفوذ فزاینده چین در منطقه از جمله مانورهای نظامی در نزدیکی تایوان و فعالیت‌های هوایی و دریایی در اطراف زنجیره جزیره در دریای چین شرقی که توسط ژاپن اداره می‌شود، از موضوعات کلیدی سفر بایدن به ژاپن خوانده شده است. و در اخیر، منابع در بغلان می‌گوید طالبان دو برادر عضو جبهه مقاومت را پس از اسیر گرفتن تیرباران کردند. منابع محلی در ولسوالی اندراب بغلان به کابل پرس میگویند که طالبان دیشب یک جوزا دو برادر به نام‌های شرف الدین و زکریا را که عضو جبهه مقاومت بودند پس از اسیر گرفتن تیرباران کردند. طالبان تاکنون اجازه خاکسپاری این دو برادر را ندادند. با گفته این منابع محلی در اندراب، این دو عضو جبهه مقاومت ملی شب گذشته توسط گروه طالبان در کوه سوز منطقه خج اندراب ابتدا اسیر گرفته شده و بعداً تیرباران شدند. مقام های طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. ولسوالی اندراب ولایت بغلان در هفته های گذشته شاهد نبرد های سنگین میان جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان بوده است. با تشکر که تا پایان این بسته خبری نیز با ما همراه بودید. تا خبر دیگر، وقتتان خوش.